بسم الله الرحمن الرحيم بيانيه شمارة دو ماموستايان امامان جماعة و جمعه و مدرسين علوم ديني مهاباد و ان الله يأمر بالعدل والاحسان سلام بر مهاباد شهر سرداران سربداران پیشوای آزادی خاان قاضی محمد و ياران. در نهایت تعصف و تعلم و دلی آکنده از غم و غصه، برخلاف انتظار مردم ایران، پاسخ مسئولان و دستندرکاران به خاصه های شرعی و قانونی و مطالبات انسانی، علا ادعای رعفت و رحمت اسلامی، خشونت و سرکوب بیرحمانه بوده که با استفاده از گلوله های جنگی در کوچه و خیابان به صورت علنی مخصوصا در مناطق کردنشین از جمله مهاباد بوکان جوانرود پیرانشهر و سایر شهرهای دیگر که منجر به شهادت دهها و مزروح شدن صدها نفر از هموطنان گردید و خسارت های فراوان مالی و آسیب های روحی و روانی به جای گذاشت باید از آن نمود اعتراضات اخیر محصول بیش از چهل سال ظلم و ستم مضاعف و تبعیض های ملی، مذهبی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و نگاه های امنیتی به مناطق اهل سنت و کردنشین و به شما آوردن آنان به عنوان شهروندان درجه دو و سه می باشد لذا توجه مسئولین و والیان امر را به موارد زیل معطوف می داریم اکنون که نیروهای سرکوبگر سیمای ایران را با خشونت اوریان خونین و غمگین کرده اند خواستار پاسخگویی مسئولین مربوطه در قبال اعمال خشونت بیش از حد نیروهای زیرفت هستیم دو بازداشت فلی افراد بدون تحقیق و حد که حرمت خانواده ها و حمله به مجتمع های مسکونی و تخریب اموال شخصی از قبیل مغازه ها خودروها و لوازم و اساسی منزل و ایزاد رعب و وحشت و ضرب و شتم افراد از جمله کودکان و زنان تیراندازی مستقیم به داخل منازل و حتی مساجد و نمایش سلاحهای سنگین نمایش سلاحهای سنگین نظامی به منظور ارعاب و سرکوب مردم را شدیدا محکوم نموده و خواستار آزادی بیقید و شرط بازداشت شدگان هستیم سه متهم نمودن مردم به سرسپردگی به عوامل خارجی اختشاشگر و تزیه طلب و هر گونه فرافکنی های دیگر را شدیدا محکوم نموده و تأکید میکنیم کردستان چشم و چراغ و پاره تن ایران است و هر گونه ادعای تزیه طلبی و سرسپردگی واهی و بی اساس است چهار حمایت قاده خود را از خاصه های مشروع علما و ماموستان کردستان و دلسوزان این ملت علی خصوص مولانا عبدالحمید به عنوان سهره شاخص و بارز ایران اعلام و همچنین تهدید و ارعاب ماموستان و علمای اهل سنت و فعالان ملی و مدنی را قاطعانه محکوم می نمائیم. پنج توصیه ما به معترضین آن است که در راستای مطالبات و خواسته های قانونی خود از هر گونه خشونت اجتناب ورزیده و به منظور پیشگیری از سوء استفاده بدخواهان بدخواهان ملت شریف ایران از تخریب اموال عمومی و شخصی خودداری نمایند ضمنا بیش از گذشت دو ماه از حوادث بسیار ناگوار و دلخراش کشور جای بسی تعجب و تأسف است که مراجع تقلید و حوزه های علمیه هیچ واکنشی از خود نشان نداده اند. در حالی که انتظار می رفت بر حسب وظیفه و دستور قرآنی امر بمعروف معروف و نهی از منکر از مظلومان اقدام نمایند اذا ظهر الفساد في الارض فعلى العالم ان يزهر علمه إن جانبان ضمن اعلام حماية كاملة از مطالبات شرعی و قانونی مردم ستم دیده با داغدار و امراض ابراز هم در دین و موده و سعادت اخروی برای همه شهدای اخیر و سلامتی بازماندگان و شفای عاجل برای مصدومان و سرفرازی ملت بزرگ ایران را از خداوند مسئلت داریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تاریخ سوم آذر ماه 1401 الله